انقلاب فرانسه. سقوط دولت اشرافی فرانسه در 1789 و اعدام لویی در 1792 دنیای اشراف‌زاده و طبقاتی قرن 18 را علیه فرانسه به حرکت درآورد. پادشاهان که از قدرت گرفتن ملت فرانسه شدیداً به وحشت افتاده بودند، تصمیم گرفتند فرانسه ضعیف شده را نابود کنند تا با یک تیر سه نشان بزنند. قدرت اول زمینی اروپا را برای همیشه از وضعیت تهاجمی خارج کنند، بخش‌های از آن را بین خود تقسیم کنند و از همه مهمتران که توده‌های فقیر را بلافاصله به سزای جسارتشان برسانند. اولین هجوم را ارتش اتریش و پروس آغاز کردند. آنها به خیال خود برای گرفتن پاریس تنها نیاز به یک راهپیمایی داشتند، حالانکه در شرق با مقاومت سنگین نیروهای انقلابی مواجه شدند و به جهت عکس عقب نشستند. اما همین بهانه سبب شد نیروها با انگیزه انقلاب دست به ضد حمله بزنند و از آلزاس به شمال رفته و وارد بخش چپ رود راین شوند. بخش دیگری از این نیروها نیز در ماورای آلپ قوای اتریش را عقب زده و نشان دادند در نبود ارتش فرانسه نیز در دفاع و حتی تهاجم مشکلی ندارند. ائتلاف ضد فرانسوی در 1793 کشورهای اروپای غربی و مرکزی اتحاد نیرومند و بزرگی را علیه فرانسه ترتیب دادند. روس‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها در این سال به نیروهای اتریشی و پروسی ملحق شده و به تدارک حمله بزرگ از جانب رود راین برآمدند. از طرف دیگر اتریشی‌ها و ایتالیایی‌ها نیز در آلپ به هم پیوستند. اسپانیا هم از کوه پیرنه در جنوب فرانسه نبرد را آغاز کرد. اما این تهاجم همه جانبه سبب ترس انقلابیون نشد و آنها با کمک قدرت سازماندهی کارنو ارتشی قوی از مردان انقلاب ایجاد کردند که متجاوزان را در شرق فرانسه به سمت رود راین عقب راند. فرمانده نیروهای فرانسوی در شرق و شمال تنها به عقب راندن مهاجمان بسنده نکرد و با عبور از زمین‌های یخ‌زده به هلند حمله کرد. اسپانیا و روسیه که انتظار فتوحات ساده را داشتند، به سرعت پا پس کشیده و تقاضای ترک محاصره کردند. اتریش نیز که اوضاع را مساعد نمی‌دید، پیشنهاد آتش‌بس 6 ماهه در راین را ارائه کرد. این در حالی بود که در منطقه ایتالیایی آلپ نبرد همچنان ادامه داشت. نتایج نبرد: سقوط لویی 16 و حکومت اشرافی بورگونی برای اروپای 1792 شکی باقی نگذاشت که نابودی فرانسه قطعی است. اما قدرت انقلابیون دنیا را شگفت زده کرد و به سیاست مداران نشان داد انقلاب ظرفیتی را در کشورها آزاد می کند که بسیار بهتر از یک ارتش است. اما اشتباه کشورهای مهاجم سبب شد انقلاب داخلی فرانسه به قدرت تهاجمی و ویرانگر تبدیل شود که یک سال بعد جغرافیای اروپا را تغییر دهد. مردانی چون ناپلئون بناپارت، جنرال بروشی و جنرال لی در اثر نبردهای رهایی بخش تربیت شدند. اشتباهی که 120 سال بعد اروپایی‌ها در انقلاب روسیه نیز آن را تکرار کردند و موفق شدند سبب شکل‌گیری ارتش سرخ شدند.